سلام به محور امشب خوش آمدید. در آغاز سر خط چند خبر. جان باختن ما آبنان والی کابل و شورای ولایتی غور در دو انفجار. یک در انباز که درخت این بانو مامون سایی بود که اکی یک دوتا دیگهش مامون سایی شهید شده بود، این دیگهش هم شهید شده بود، تلیوار زخمی شده بود. رسیدن نسخه‌ای از پیشنهادهای جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان درباره آغاز مذاکرات صلح با تلو نیوز. یک فرصت میده که با واقعیت‌ها در زمین در افغانستان با سطح بلند خشونت‌ها و درد و آلام را که مردم از این بابت می‌بینند وصل شوند. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش 5 میلیونی در شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان. افغانستان کشور است که 93% جمعیت آن با کمتر از $2 در روز زندگی می کند. جان باختن 26 تن از بیماری کووید 19 در یک شبان روز گذشته در کشور. و واکنش ترکیه به تحریم شدن صنایع دفاعی این کشور سوی امریکا. مشروع خبرها. معاون والی کابل و معاون شورای ولایتی غور در دو انفجار جان باختند. موتر حامل محبوب الله محبی معاون والی کابل صبح امروز هنگام که او به سوی دفتر کارش میرفت در مکروریان چهارم آماج انفجار یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. در این رویداد خود او و دستیارش جان باختند و دو نگهبانش زخم برداشتند. از سوی دیگر عبدالرحمن اطشان معاون شورای ولایتی غور نیز در یک انفجار مشابه در مرکز ولایت غور جان باخت و یک عضو دیگر شورای ولایتی غور زخم برداشته. نزدیک ساعت 10 صبح امروز موتر عامل محبوب الله محبی معاون والی کابل در مکرویان چهارم آماج ماین مغناطیسی قرار گرفت. شدت این انفجار بعدی قوی بوده است که موتر زرعی آقای محبی این گونه آسیب دیده است. یک در انباز که رفتیم به نام معاون صاحب بود یکی یک دو تا دیگهش معاون صاحب شهید شده بود، دیگهش هم شهید شده بود، دلیور زخمی شده بود. از روزی که اما جلسات ششونیم صورت گرفت جرم جنایت کشتارا ترورای از افمن و امروزه زیاد شده. در کنار معاون والی کابل دستیار او نیز جان باخت و دو نگهبانش زخم برداشتند. محبوب الله محبی از 5 سال بدین سو معاون والی کابل بود. او 3 دختر و 2 پسر داشت و قرار بود در روزهای پیش رو به دیدار خانواده خود به امریکا برود. مکرویان یکی از مناطق امن کابل است که بیشتر کارمندان دولتی و غیر دولتی در این بخش کابل زندگی می کنند. اما چگونگی انفجار در این بخش کابل نگرانی های را برانگیخته است. در وقت سال 71 که میقدر راکت می آمد باور که من به مو اندازه ما خسته نشدیم که حال خسته شدیم، چون دشمن مشخص نیست. دفعتن یک موتر می انفجار میکنه و نمیفهمی کی کی ماند و کی کار کرد. ساعت پیش از این رویداد تفنگداران ناشناس بر نیروهای پلیس در چهارراه بتخاک حوزه 12 تیراندازی کردند که در نتیجه یک پلیس جان باخت و 2 تن دیگر زخمی شدند. یو ضابط با 2 عسکر و 2 وسلوال خلک را لوی ویشتن. بدامنی و رست و رز زیادیگی، غلا ڈاکی شکی زیادیگی، غریب و رست و رز مری. شهر فیروزکوی غور هم گواهی یک انفجار ماین مغناطیسی بود. در این رویداد عبدالرحمن اطشان معاون شورای ولایتی غور جان باخت و یک عضو دیگر شورای ولایتی این ولایت زخم برداشت. قضیه تحت بررسی پلیس هست که کسایی که زخمی است قادر به ازارات نیست. ان شاء الله ما بسیار پیگیری جدی را خواهان هستیم. از کندهار نیز خبر می رسد که محمد نبی سارنوال دادگاه استیناف کندهار در یک عمله مسلحانه در مرکز این ولایت جان باخت. برای بعض در این باره آقایان آصف آشنا فعال سیاسی و طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در استدیو حضور دارند. خوش آمدید مهمانان گرامی. آریان صاحب با شما آغاز کنیم بحث را در باره رویداد امروز که به جان باختن با معاون والی کابل و دستیارش انجامید. چه جزئیات به دست آوردین تا حال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به آشنا صاحب و بیننده عزیز. متاسفانه امروز رویداد ناگوار داشتیم در کابل که از سر از او معاون صاحب مقام ولایت کابل با یاورشان به شهادت رسیدن و دو محافظشان مجروح شدن. امو شکل که شما در خبرم گفتین در ولایت غور هم معاون شورای ولایتی را متاسفانه ما از دست دادیم و ای امو موج از انفجارات تابع شده توریستاست که به عنوان یک جنایت و به عنوان یک عمل کرده غیر انسانی و ضد بشری انجام میشه، در حالی که ما تعداد از هسته ها و افراد و اعضای گروه توریستی را که ما این گزارا هستند بازداشت کرده، منوز افرادشان به گونه پراکنده فعال می باشند. همه خواهیم در آغاز سخن بر شما به عنوان نمونه تصویر یکی از سردسته های سه گروه تروریستی را که اینها در ماینگذاری ها نقش داشتن. یادم کسی است که سه گروه ماینگذار را رهبری میکنه و مای را دستگیر کرده، زیر تحقیق و زیر بررسی است موضوع فعالیتش. ای چندین بار راپور نیروهای امنیتی ما را به گروه های خود داده بودم در مسیر پروان کابل و در ماینگذاری ها و در آخرین مورد اهداف را برش تعیین کرده بودند که برخی از افراد حکومتی را و همکارای ما را به شهادت برسانند. درست. یکی از نمونه هاست گروه هایی که با این فعال هستند، سه گروه هستند، تعداد دیگه هم از اعضای شبکه تشخیص شده و افرادی که پیش ما بازداشت هستند. انکشافات ما نشان میده که گروه های توریستی به دست های کوچک تقسیم شدن. دلیل این کار که تریک که توریست ها به کار گرفتن ای است که ما وقتی یک هسته توریستی را بازداشت میکنیم یا ماینگذار را، اینا با یک هسته دیگه که استخدام شدگی استن رابطه کاری ندارن، هم دیگر نمیشناسن. ولی ما را آگاه شدیم و میفهمیم که تریک دشمن استفاده میکنه و از این جهت است که ما در تعقیب و یا در دستگیری و تشخیص گروه ها تروریستی که کوچک کوچک تقسیم شدن و اینا دست به اعمال تروریستی میزنن، ما بر تشخیص از یا کار کردیم. اجازه بدین که من یک تصویر دیگر را برتان نشان بدم. درست. این تصویر از کسی است که چند روز پیش هم است. این کسی است که مکنون نزد ما است. این قاتل سارنوالای ما است. اینا جزی از اعضای دسته های تروریستی هستند که به گونه زنجیره‌ای شما خبر دارین که دست به ترور قضات ما زده بودند، سارنوالای ما را به شهادت رسانده بودند. درست. یادم همزمان چندین همکار دیگه داشتم. ما تحقیقات را که از پیش از این جانی انجام دادیم، یادم اعتراف میکنه که پیش از اگر این دستگیر نمیشد دو هدف ترور دیگه را برای ازی داده بودند که ای انجام میداد. اینا نمونه هایی است که نزد ما موجود می باشه و ما سر انکشافات قضیه کار می کنیم، چون گروه های توریستی به شکل پراکنده هنوز فعال هستن و از تا از یا زیر تعقیب هستن. درست. پاسخ پرسش شما را ندادین. جزئیات رویداد امروز چیست؟ چگونه ما اینجا گزاری شده بود؟ در یک غیر رسم، ساعت غیر رسمی آقای معاون والی راهی کارش بود، یعنی ساعت ده، و اونا بسیار به دقت زیر نظر داشتن آقای محبی را و هدف را آماج قرار دادن. یک حمله یا انفجار سازمان یافته و بسیار پیچیده. چگونه اتفاق افتاد؟ چطور از نظر شما دور بود؟ امروز تیمای بررسی ما چون حوادث مشابهی که رخ داده در کابل، ما این را مقایسه میکنیم که عامل اصلی از این و چگونگی و چیستی رویداد توریستی را بتانیم برتان با جزئیاتش بعدا شریک بسازیم. تیمای متخصص ما در این بخش کار میکنن که نوع استفاده از مواد انفجاری و تخریبی که از اثر از او دو شهید داشته و دو مجروح، و هنوز فرصت داریم برای نتیجه بررسی و هنوز وقت است که ما برتان در مورد جزئیات کاملش برتان. چرا وقت است آقای آریان؟ از این رویدادها ما هر روز تجربه میکنیم. دو روز پیش موتر یک عضو پارلمان افغانستان در خیرخانه کابل آماج
انفجار این چنینی قرار گرفت. دو رویداد هم دو تن جان باختن، دو تن زخم برداشتن. تجربه کافی داریم؟ یک وجه مشترک بله وجود داره که استفاده از ماین های مغناطیسی است. درست. نوعی مواد، مواد تخریب کننده انفجاری است که در برخی از این انفجارات نوع مواد RDX استفاده میشه که تخریب کننده است و کشنده است. در این رویداد مشخصاً که امروز شما از اون نام میگیرین، جزئیات کامل بررسیش بعداً شریک میشه. تشکر. RDX را هم میپرسیم که از کجا میایه به یه اندازه زیاد. آخوی آشنا، عادت بکنیم با این وضع در کابل. بدرود به شما آقای آریان و مردم افغانستان. یک، ما از سوی یک گروه تروریستی به نام طالب‌ها در آستانه گفتگوهای صلح مورد حملات بسیار پیچیده و شدیدی قرار داریم. هدف اصلی حملاتی است که رعب و وحشت خلق بکنه، کروان مردم را آسیب پذیر بکنه و با توسل به تاکتیک های جدید و با شناختی که از خلاهای استخباراتی در دستگاه استخباراتی دولت افغانستان داره، این دستگاه استخباراتی را دور بزنه و اهداف خود را به نتیجه برسانه و خشونت آفرینی کنه. این یک وضعیت است. از طالب و گروه جنایت پیشه که داره مردم افغانستان را در یک کلیت، اردو، پلیس، مامور دولت، شهروند عادی، فعال روزنامه‌نگار و جامعه مدنی و رسانه، همه را بدون هیچ تفکیک هدف قرار دادن، از اینا انتظار نیست. درست. ای به جای خودش. خب. بخش از وضعیت برمیگرده به یک ویرانی و نابسامانی کلانی که در ما هست، در مای نظام جمهوری اسلامی افغانستان. اما قابل اصلاح است. مشخص. آره قابل اصلاح است اگر اراده باشد برای اصلاح. به صورت مشخص این ویرانی برمیگرده به سیاست‌های حاکم بر وضعیت کنونی و در دستگاه حکومت افغانستان، بر سیاست‌های امنیتی و استخباراتی. کابل یک مدت بسیار طولانی هست که هر روزش با فاجعه و انتحار و خشونت و ماین چسبکی و یک خبر ناگوار شروع میشه و در پایان هم کم روز است که بدون حادثه و حوادث به پایان برسه. بله. این در حالی است که از یک سو یک پروپاگند و یک استیج در کابل جریان داره به نام جلسه‌های شش و نیم صبح. بله. نقدهای بسیاری بر این وضعیت جاری هست. من چند نکته بسیار اساسی رو میخوایم شما مطرح بکنم که تاوان از اون مردم میده، ولی این وضعیت نتیجه یک سلسله از اشتباه ها و خطاهایی هست در سیاست های امنیتی که مسئولین امور دارن این خطاها رو مرتکب میشه، تاوانش مردم میپردازه. کابل پایتخت هست، در این پایتخت وزارت داخله حضور داره. بله. در این پایتخت قمندان امنیه کابل حضور داره، آمرین حوزه ها حضور داره، وزارت دفاع حضور داره، قطعات از اردوی ملی حضور داره در کنار وزارت دفاع، امنیت ملی حضور داره، به لحاظ نهاد و ساختار و وضعیت. ولی متاسفانه در عمل آنچه واقع است و نمیشه انکار کرد، چیز به نام وزارت داخله، وزیر داخله، قمندان امنیه شهر و سلسله مراتب زیرینش و کلیت دستگاه ها و نهادهای قانونی، صلاحیت قانونیش برای اعمال وظیفه، برای اعمال صلاحیت و اجرای وظیفه دور زده میشه و همه چیز خلاصه شده در جلسه شش نیم صبح و در انحصار یک آقای به شدت خودکامه، عقده‌ای و عقل کل. اما میگن کارهایشان نتیجه داشت. خب این مردم افغانستان قضاوت بکنه و باشنده های شهر کابل که چه حد این شعارها و این پروپاگندها روی وضعیت عملی روز و شب و صبح و شام مرگ و زندگی مردم افغانستان و مردم باشندگان کابل تأثیر گذاشته. وزیر داخله دور زده میشه،
وزارت داخله با تمام صلاحیت و طول ارزش دور داده میشه. در حالی که وزیر داخله از پارلمان افغانستان رأی تأیید میگیره و صلاحیت میگیره که صلاحیت قانونی خود را اعمال بکنه. در میدان عمل اما بخش وسیعی از این صلاحیت ها دور زده شده و ما تشکر. مدت طولانی هست، اجازه بدین حرف بزنیم، مدت طولانی است که وزیر داخله رو نمیبینیم چون صلاحیتش یک جای دیگه دور زده شده. پارلمان چون رأی داده به وزیر داخله میتونه از وزیر داخله بپرسه که وضعیت از چه قرار است. من اگر به جای وزیر داخله باشم پاسخ می است که خب وقت صلاحیت ما یک جای دیگه دور زده شده چی انتظار از من داری؟ درست، وزیر داخله مراجع و آدرس هایی که صلاحیت های نهاد های مرجع که از پارلمان رأی اعتماد درست. گرفته صلاحیت این نهاد ها رو دور میزنه، وقتی پارلمان از اینا میخواد که بیاین پاسخ بدین، از پس گردن خود جواب میده پارلمان رو، حاضر نمیشه بره به پارلمان پاسخ بده. بله، پیامد ای روی زندگی روز شب مردم افغانستان چی است؟ تشکر. صبح انفجار، چاشت انفجار، شام انفجار، تشکر، و گستره از جرم و جرایمی که اتفاق میفته، حالا اطلاع ازی به مردم میرسه یا نمیرسه تشکر. یک سوی دیگه در واقع ما داریم تاوان یک سری بازی های سلقه‌ای کسایی را پس میتیم که اینا خودشان به سلامت نظام، ارزش های نظام و اصول نظام معتقد نیستند، ولی دارن شعار نظام، شعار جمهوریت را تشکر. داد میزنن، ولی در عمل ارزش های نظام را هدف قرار دادن و ارزش های نظام را آسیب میزنن. تشکر. آقای آریان، آنچه را ما تاوان پس میدیم نتیجه این همه وضعیت درست. است. درست آقای آریان، فهرست یک هفته و روزهای گذشته هفته روان را شما از نظر گذشتاندین، شنبه کابل موج حمله های موشکی از درون شهر قرار گرفت، یک شنبه انفجار برای بر موتر یک عضو مجلس نمایندگان، جمع کشته شدن یک سارنوال در کابل در تیراندازی، امروز سه شنبه حمله بر معاون والی کابل و جان باختن یک پلیس در تیراندازی تفنگداران در شرق کابل در منطقه بطخاک. نتیجه آن چه آقای آشنا میگه بازی های سلیقه است و مردم قربانی همین بازی ها میشن. تشکر. حوادث و رویدادهایی که اتفاق افتاده جان تعداد از هموطنان ما را گرفته، قیمت خون هیچ کس قابل توجیه نیست. بله، اما آنچه که قابل توجیه است وضعیت است، مادارت جنگ، تروریست و تروریست ها و طالب ها را در میدان جنگ شکست دادیم. در این میدان وقتی اینا دست به یک جنایت میزنند، در قانون جنگ و معاربه ماین مقناطیسی جنایت هست. درست، همین گونه یک بحث پیش آمده، چی میتونیم؟ من رو برتان توضیح میتونم. در این تو وضعیت دشمن آخرین نفس خود میکشه که در اصفهان باقی بمانه. در کندهار با وجود امدادگرای خارجی شکست خورد، در هلمند شکست خورد، بالای 300 طالب پاکستانی کشته شد، از اصفهان پاک شد. تنها چیزی که دشمن را در اصفهان نگاه میکنه جنایات است که انفجار ماین مقناطیسی است. اما در این حال که شما نام گرفتین حوادث، ما هر روز دستگیری های رم داشتیم، اما ای به عنوان از این نیست که ما حوادث را توجیه بکنیم. هر روز نیروهای امنیتی تان داعش، طالب، حقانی را دستگیری میکنم. من تمرکز سر دو نقطه که آشنا صحبت کردن. در قسمت صلاحیت های وزیر داخله قانون اونجا تسجیل است، قانون ذاتی افسران صلاحیت ها را توضیح داده. وزیر داخله از صلاحیت های قانونی خود با صلابت برخوردار است. هیچ نمونه را آقای آشنا نداره که به منصوب ما به پیشنهاد یک کس دیگه مقرر شده باشه. اگر جنرال است، اگر سرباز است و اگر ساتن من است و اگر دگروال است، همه این منصوبینی که در چارچوب و در چوکات تشکیلاتی وزارت امور داخله است و او در قانون تسجیل باشه که وزیر داخله دخیل درست. باشه، او به پیشنهاد وزیر داخله مقرر شده و یه اصلاحی هاشوی است. آقای آریان، من میخوایم بسی کنم یه ابهام رفع شد و احمدی سب اجازه بتین که ما هم صحبت کنیم. یک دوم، هیچ نمونی را ما باز تاکید میکنم که در بحث تقرری ها، در بحث صلاحیت ها، دور زدن صلاحیت ها وجود نداره و نه هم اگر منظور آقای آشنایی باشه که معاون سب اول ریاست جمهوری تقرری کردن در جنرال ها و در دگروال ها، معاون سب اول ریاست جمهوری یک تقرری هم نکردن.
و هیچ علاقه مندی ندارن به ارتقا قراری. خودشان گفتن که کل نظام برشان کار میکنه به عنوان یک مقام رهبری. وزیر امور داخله صلاحیتای خود داره. من دو تمرکز دیگه دارم در بحث ششونیم. کدام بدیل بر نظرتان وجود داره که شما بدیل بر ششونیم بتین؟ کدام تاریخ شما یاد میتین که در ششونیم صبح یک تیم کلان از نظم شهری، از امنیت، از سارنوالی، از همه سکتورهای بین الحکومتی بیاین تحت رهبری معاون اول جمع شون و از خواب خود بکن؟ اگر این بس منصفانه نخواهد باشه که ما سر اگر همین جلسه ها سه بامداد هم برگزار شوه و اثر نداشته باشه ناکاراست. مردم امنیت میخوان چی کنن؟ ببینید، امنیت را ما باز برتان چند بار دیگه در این میز ما و شما سر این موضوعات بس کردیم و یک سری موضوعات ما و شما روایات تکراری است. خب اثرات تغییر اگر شما میخواین که در 50 روز گل و گلزار شوه و دولت جنگ که شما با 20 گروه تروریستی هستین، ده ها و صد ها چند روز نیاز داره؟ هزاران مجرم است، هزاران مجرم است. شما در 50 روز یا تا دو ماه بیاین تمامش فتح کنین، این منصفانه نیست. چند روز در بحث جرایم اینه برتان میگم، در بحث جرایم در 50 روز هزاران مجرم گرفتار شد. دو، در بحث دستگیری شبکه های جرمی سران شبکه های جرمی، در بحث نظم شهری تغییرات به وجود آمده. اما شما وقت سیب میخواین، سیب شما از درخت سیب باید بگیرین، شما از بیت سیب خواسته نمیتونین. شما اگه بحث تغییر تعریف میکنین، تغییر وضعیت شما حالت تعریف کنین. ما در حالت جنگ، در حالت که ده ها و صد ها شبکه های جرمی و گروه تروریستی، فرصت بسیار نکست قایره اردو بحث را میخوایم که بفرمایین. یک، سیب امنیت را از وزارت داخله بخوایم یا از معاون نخست رئیس جمهور؟ دو، 50 روز کم است بر تغییر وضع، چقدر زمان نیاز دارید؟ بسیار کوتاه هر دو بحث را. شما سطح توقعتان را تعریف کنین که سطح توقعتان چی است. روزانه توریست ها دستگیر میشه، روزانه سرکوب میشه در میدان جنگ یا شکست خوردن، ولی ما تایید میکنیم بله هنوز شبکه های جرمی وجود داره، هنوز تعداد از شبکه های توریستی فعال هستند. چند روز نیاز است بر تغییر وضع؟ یک بخش تغییر وضع برمیگرده به بس کلانتری که ما و شما مقابل هستیم، به یک پروسه نهایت با ارزش، به یک پروسه کلانی که نامش پروسه صلح هست، بس ختم جنگ. اما آنچه که بر ما برمیگرده بس امنیتش، امنیت تامین میشه یا عادت بکنن مردم؟ امیره بگوین مردم بفهمن. تمام تلاش نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان، چی در میدان جنگ، چی در میدان مبارزه با پدیده جرائم، اقتصاد جرمی، شبکه‌های جرمی و مافیا، همی است که امنیت تامین شود. تشکر بسیار. آشنا صاحب، وزیر داخله با قوت، با صلاحیت حضور داره و کار تامین امنیت هم یک بحث 50 روزه نیست. آرزو همی است که وزیر داخله چون رأی از پارلمان گرفته، این صلاحیت ها را مطابق به قانون و همین رأی اعتمادی که گرفته با اقتدار به اجرا بگذاره و هیچ نهاد و مرجعی دور نزنه. میگن که یک مورد نشان بده که این صلاحیت دور زده شده باشد. فکر میکنم بیشتر از یک ماه ممکنه نگذره از تقرری 100 تا قمندان امنیه برای 100 تا ولسوالی. بله، چیزی بیشتر از قانون، خب بیشتر از، ولی حداقل دو ماه نمیشه. درست. قانون امور ذاتی افسران و ساتنمنان با 3-4 دلیل بسیار جدی در همین مورد نقض شده. از ارگ ریاست جمهوری دستور صادر شده که وزیر داخله در هماهنگی با شورای امنیت در مورد اینا تصمیم بگیره. کسایی که رفتن قمندان امنیه شدن، هیچ کدامشان از پلیس نیست و در کلیت دینم اینجا قابل دفاع نیست. یک پرونده. دو، برگردیم به مجموعه آنچه به عنوان همین جلسه شش نیم صبح مطرح میشه که آقای آریان میگه بدیلم نداره. بسیار بدیل داره. بدیلش قانون است، بدیلش اصول هست، بدیلش احترام به اصالت ارزش‌های حاکم بر نظام و قانون مداری و حاکمیت قانون و نهادهای مرجع است. درست، حتما نتیجه نداده که چنین چیزه در پیش. دلیلش ای است کی به قانون و اصول حاکم بر نهادهای امنیتی احترام گذاشته که او نتیجه نداده. درست. مشکلی هست که ما در آنچه به عنوان جلسه ششونیم در این مدت طرف هستیم. درست. این جلسه نظم حاکم بر دستگاه های امنیتی را خلط کرده در واقعی که کسی نمیتونه این کار بکنه. من محدودیت ها و معذوریت های وظیفه ای آقای آریان را درک میکنم. درست. اما در عملی هست که با همین جلسه ما با یک
میکانیزم طرف هستیم که یک سر در میدان عمل سلسله مراتب و مسئولیت های نهادهای مرجع را دور زده. تشکر. در اطلاع رسانی به نظام به مردم هر روز مطابق به یک رویداد امنیتی که اتفاق میفته یک آقا میاد روی صفحه فیسبوکش بداهه‌گویی میکنه، حتی دروغ میگه و چیزهای مندرآوردی تحویل مردم افغانستان میکنه و گره را اگر رو موشگافی کنیم هر روز یک گره به کار میافزایه و پاسخگو هم نیست. بیشتر نمونه ها رو بیاریم. بسیار کوتاه، فرصت باقی نمانده آقای هاشمی. متن امروز. امروز. بله. در 50 روز نمیشه وضع را تغییر داد. چی کنیم؟ عادت بکنیم همون مثلا. ما نباید حاکم عادت بکنیم به این در 50 روز نه، در 5 روز ما میتونیم احترام بگذاریم به اصالت قانون بر نهادها. تشکر. اجازه بدین چند تا وقتی میگم دور زدن. خب این وضعیت با می فرصت های اندک اندک کوتاه نمیشه. اجازه بدین ما کمی گپ بزنم. محدودیت برنامه رو دارم. مشکل ما این هست که یک سو ما میاییم از نظام درست به عنوان جمهوریت حرف میزنیم، شعار میتیم، در میدان عمل ارزش های این نظام، ارزش های جمهوریت را خود ما به عنوان مجریان نظام نقض میکنیم. کجاها را اجازه بدین؟ فرصت کاملا تمام است. اجازه بدین. بسیار فرصت حداقل می وقت را منصفانه تقسیم بکنین بین ما و آقای آریان. اگر درست جلسه به وقت به کلیت برنامه تمام است، درست بله، ما حرف متوقف میکنم. بله بله، برنامه کاملا تمام است. میخوام مشوره بکنم با اتاق فرمان. درست است، برمیگردیم پس از میان برنامه و ادامه این بحث و محور تا چند لحظه دیگر.